دو دونده A و B در یک پیست مسابقه و در دو خط موازی حرکت میکنند. دونده A از دونده B 11 متر عقبتر است. اگر دونده A هر ثانیه 4 متر و دونده B هر ثانیه 3 متر بدوند، بعد از چند ثانیه دونده A به دونده B خواهد رسید. ببینید، من اینجا رو میگم A، اینجا هم میگم B. خب فاصله شون، خود سوال داره میگه، میگه چی؟ میگه دونده A از دونده B 11 تا عقبتره، پس این 11 تا عقبتر از اونه. خب من اول بیام A رو بچه ردیفش کنم ببینم چی به چیه. A میگه اگه بخواد حرکت کنه تو هر ثانیه 4 متر، ثانیه اول 4 تا، بعدی میشه 8 تا، بعدی میشه 12 تا، 4 ثانیه. خب الان من اگه بخوام جمله عمومی اینو بنویسم چی میشه؟ میشه جمله اول به علاوه بچه بیا اینو ننویسیم، چون اینجا صحبت از ثانیه کرده، من همون تایم رو در نظر میگیرم، میگم تی منهای یک در قدر نسبتش 4 تا. پس چی میشه؟ 4 تی منهای 4 به علاوه 4 میشه 4 تی. این شد برای آ. حالا میخوام بی رو برم جلو. میگه دونده بی در هر ثانیه 3 متر بدوه. خب اینجا دونده بی از دونده آ 11 متر که جلوتره، پس 11 تا که اضافه میشه به این 3 تا، پس شروع ما 14 که هر ثانیه 3 متر اگه چه جلو بره میشه 17 تا تا الی آخر. خب حالا جمله عمومی رو بنویسیم، میشه آ 1 به علاوه n منهای 1 میشه t منهای 1، چرا؟ چون صحبت از تایم و ثانیه است، من t رو قرار میدم، در d چند میشه؟ میشه 3 تا. خب جواب این میشه 3 تا t منهای 3 با 14 میشه 11 تا. خب حالا مقایسه کنید، این که شد 4 تا t مضرب 4، اینم 3 تا t مضرب چند؟ 3. یعنی شروعش اگه ثانیه اول 4 تا، دوم 8 تا، بعدی هم میشه 12 تا، شروعش 3 تا، بعدی چقدر میشه؟ ببین اگه من 3 رو بدن 3 با 1 میشه با 1 میشه 11 تا، میشه 14 تا. پس 4 تی و 3 تی اصلا باش کاری نداریم، اون چیزی که باقی میمونه اینه. پس میگه بعد چند ثانیه دونده A به دونده B میرسه، میشه همون 11 ثانیه، یعنی گزینه 2 جواب سوال ما میشه.